مطالب جالبی دارن. درودی بر شما باد با اون ده حال پرچم زیبای سرنگ ایران. بله درود بر شما استاد چرشایی. درود بر شما آقای سیاه شمسای عزیز. کارگردان برنامه عرض دارم شاد تندرست باشید با این اندوهایی که هر روز میاد در پی از دست دادن مهربانیارانی که آخرین شاهرخ عزیز بود. من آقای کارگردان ما صدای آقای عرصال ندارم در یا با طرف میگفر ساق قم فردای آچه خود پیشار پیاله را یک انسان بزرگ مستان چرفشای شاهرخ واقعا شاه رخ بود و شاهی شاهرخ شاهید کسی که آواز و هنر خودش رو به حرامی ها نفروخت، همیشه از ایران خوند و آزادی و حتی در بستر مرد دوام شد. استاد چرفشایی میدونی که حتی در امریکا هم این شاهرخ یک ترانه جالبی خونده و این که در اینجا آواره شده، مادرش رو در ایران جا گذاشته و همه زندگیش رو اونجا گذاشته، اومده در اینجا ترانه زیبایی در این رابطه خونده. من البته دلم میخواست ابتدای برنامه اون برنامه رو بذارم، این ترانه رو بذاریم، ولی دیدم آقای توفیقی عزیز ما تمام برنامه شون اختصاص به همین مسئله داده منصرف شدم. بله بفرمودین آقای ده. از زنده باد فریدون توفیقی استاد چرفشایی که واقعا زندگی از انسانهای پاک است. من از برادر مهندس شجری سپاسگزارم که توفیقی عزیز و شما استاد گرامی رو اینجا نگه داشته و با هم هستید، همه با هم خدا حفظتون کنه. استاد چرفشایی شاهرخ نه یکی نه دوتا ده ها ترانه میهنی ملی داره که خونده. اهرمن ننگت باد ترانه شعرش مال مسعود سپند، خود من بهش دادم خون، و کارهای زیاد دیگه ای داره که یک سری از این کارها آماده است. بایستی بچه هایی که کارها دستشون هست اینا رو پخش کنن، کمکشون کنن از نظر مالی. مسجد رو خوند استاد چرفشایی، مسجدش رو بایستی گوش کنید که سانسورش میکردم، یعنی شاهرخ خواهده سانسور شده حتی در لس آنجلس، حتی در لس آنجلس. ولی من همینجا بگم روان استاد اکبر گلپایگانی هم شاد، من سال پیش که من ایشون رو فرستادم آمریکا اومدن یه برنامه داشتن، قرار بود با شاهرخ عزیز با هم برن روی صحنه، بعد یک سری حرامزاده هایی که همیشه کارشکنی میکنن اینها نگذاشتن که اون برنامه سازه که داشتن محبت میگردن در لس آنجلس که دوتا با هم برن روی صحنه. ولی من اینجا وقتی استاد گلپا رو گذاشتم سوار هواپیما کردم که تشریف بردن، گفتم آقای گلپا شاهرخ میاد توی اون مراسم شما و برنامه شما و شما خودت صدا بذار شاهرخ رو بیار بالا. گفت اینا آره به من گفتن چون من میرم ایران برام مسئله تو، نه حتما من این کار میکنم و این کار رو کرد گلپا و با هم برنامه جا کردم روی صحنه. این بزرگواری گلپا رو میرسون و آزادمردی شاهرخ عزیزم و زمان هر دوشون شاد. استاد چرفشایی وصیت کرده که فروهر بر بالای سنگ قبرش، اونطور که مرتضی به من گفت دو تا سنگ قبر داره، یکی عمودی یکی خوابیده، و بر حال یه جایی باید فروهر رو بذارن که خواست خودش بود. چون استاد چرفشایی امشب این مسئله نمیخوایم بپردازیم، زیاد صحبت کرده سیاوش اوستاد در این باره. اکس مسلمان، مسلمانان سابق در جهان میلیونی هستند، صفحات اینترنتی دارن، همراهی دارن، همگامی دارن. در میان ایرانی ها نکردیم، کار خودمون بود، الان میکنیم از امشب. این مسلمانان سابق رو باید جا بندازیم و به جهان اعلام کنیم که شاهرخ مسلمان سابق بود، گلپا مسلمان سابق بود، امان منطقی مسلمان سابق بود، همه این عزیزان ما که رفتن که قبلا اسم و نام و کاری یا حتی به نام اسلام کرده بودن اینا سابق بود. همه شد برای گلپا. من عرض کردم که گلریزنامی که برادر ناتنیش هست پس از مرگش باید که برای ایشون برای علی هم خونده بود، برای علی اون موقع خونده بود، خیلی اون موقع میخوندن برای علی، ارمنی هم میخوندن،
یهودی ها میخوندن، چون علی اون موقع زمان پادشاه مشکلی نبود در ایران اسلام و اینا. بعدن این مسئله پیش اومد. به همین خاطر الان شاهرخ عزیزم نیز دو تا ترانه داره، یکی علی یکی الله، که این دوتا رو نمیخوند. به همین خاطر از این پس همه باید هوشیار باشید. اگر کسانی پیدا شدن که حتی از نزدیکان این عزیزان که خواستن این کار رو بکنن، اینا رو دوباره به اسلام بچسبونن، باید بگیم اینها مسلمانان سابق بودن، همه رو گذاشتن کنار. و شاهرخ فروهر رو با افتخار به گردنش میانداخت. اولین فروهر من بهش داده بودم از اینا، باید بعد بزرگ شد گفت مال تو طلا نبود، برای من طلا فرستادن، گندر انداخت به گردنش با افتخار. یک نکته دیگه در رابطه با شاهرخ عزیزم، شاهرخ استاد شرفشاهی برنامه های زیادی اجرا کرد، خودش رفت تلویزیون خودش برای اینترنتی زد، برنامه های فراوانی در نقد اسلام رفت و در تایید تفکر و اندیشه های و آیین اوستا و نوین زرتشتیان جهان، پیشونی که از پیام‌آوران خرد در جرگه لیست پیام‌آوران خرد بود، مثل که خود شما استاد شرفشاهی در این لیست قرار دارید و تعداد دیگه از بزرگان تاریخ معاصر ما به عنوان پیام‌آور خرد، کسانی که این گستاخی و شجاعت رو داشته و دارن، هم که بگن ما مسلمان سابقیم، دیگه مسلمان نیستیم. و خوشبختانه استاد شرفشاهی الان با در ایران، حتی من دیدم یه رپورتاجی که تو برنامه خودمون پخش میشه پنجشنبه، استاد شرفشاهی تو ایران تو تهران خانم نصف چادر روسری روس روسری سرشه میاد رپورتاج تهیه کرده، با همه مصاحبه میکنه، میگه تو زن یک مذهبی میشی؟ میگه نه. میگه زن غیر مذهبی چی؟ میگه میشم. میگه تو با یک از پسرا میپرسه، میگه تو حاضری زن مذهبی بگیری؟ میگه ابدا. یعنی این اسلام ثابت افتخاری است برای ایران، ایرانیان مثل همه ماها که دور بریم، شما دیگران همه سابق مسلمان بودن، دیگه کسی مسلمان نیست. شاهرخ شاهید نیست، قاطع من اینجا میگم، هیچ کس همچون که در اعلامیه هم گفته شده مطرح شده، روز دوشنبه نیاد اونجا بخواد زره مذهبی بزنه، بزنیدش هر کی بود، چون این برخلاف میل شاهرخ است. و همه کسان استاد چرخ زیاد اسما، من چون امان منطقی رو هم گفتم، میدونم همه شما امان منطقی رو میشناسین، کارگردان بزرگ و برجسته، ایشون یک کتابی نوشت که دست خود من، دست جای دیگه نسخه‌اش گذاشته به نام رستم نامه. توی رستم نامه از اول تا آخر به سبک شاهنامه فردوسی ترتیب انقلاب اسلامی، خود اسلام، همه اینا رو داده و میگه رستم میاد گردن همین رو میزنه الی آخر. و روز پیش از اینکه از دنیا بره، من بیمارستان با بچه‌ها پیشش بودیم، گفت من افتخار میکنم که ایرانی آریایی هستم اوستا، مثل که پرنس شاپور غلامرضا روان شاپور غلامرضا شاد یک در یک جلسه بودیم ما، در اون مجلس شاه موناکو حضور داشت و شهبانوی عزیزم هم بود. پرنس غلامرضا که دیگه اواخر چیزش که با ناراحتی هم راه میرفتن، یهو منو که دیدن اونجا بودیم و بالای ماچو بوسه، یهو دیدم به زور میخواد از اینجا پرنس غلامرضا پهلوی این چیزی در بیاره، فکر کردم کراواتش اذیتش میکنه، من اومدم کمکش کنم، دیدم از این زیر کراوات این فروهه رو انداخت بیرون، غلامرضا پهلوی این فروهه رو انداخت بیرون و جلو پادشاه موناکو فکر دیگه گفت سیاوش اوستا، خواستم بهت بگم من با افتخار اوستایی ام، من با افتخار فروهه اینجا دارم. یعنی نشان فروهر استاد شرفشاهی، حالا از لیلای عزیزم که دریا نوشتم، دریا گفتم، از علیرضای عزیزم، دو فرزندان محمد رضا شاه که بسیار گفتیم نوشتیم، هر دو هم کشتن جای خود. یعنی مردم ایران از این پس با افتخار در کوچه و خیابان همونطور که شعار میدید و میگویید، بگویید ما مسلمان سابقیم، که اگر از سابق شما یه چیز اسلامی مثل همین اللهی که شعار خونده، الله علی که خونده، یا خانمهای دیگه خوندن، اینا نیان پس از مرگ کسی بخواد علم کنن، شما این سابق بودنش رو بایستی استاد شرفشاهی همه جا مطرح کنیم. و خیلی ها اسمایی که عوض کردن مثل خود من دیگران، این افتخار ایرانیست که به اصل خودش برگرده. و زرتشتی هم دین نیست، فلسفه و آیین زندگی است که با سنیک، پاسداشت سنیک، بیاد شاهرخ امشب اینا رو بگم، سنیک سپاس، سپاس یعنی پاس می‌داریم سه چیز رو، نیکی در پندار، نیکی در گفتار، نیکی در کردار، هیچ سلام و روزه و صلوات و ملوات هم نداره.
اینجا پشت من هم این نیایش های اوسته اگه هست که این یک هنرمند از ایران کشیده و فرستاده برای من سالها پیش برای کتابم، نیایش های اوسته ما داریم، نیایش های اوسته به زبان پارسی با اهورامزدا خداوند دانایی و توانایی سخن گفتن، نه با الله که بت بزرگ قریش محمد بود، برای این گفت الله اکبر، یعنی بت من از همه بزرگتره و بتای دیگه خورده. حالا اینا رو بحث کردیم، امشب اینجا نمیگم، میگذاریم ازش. استاد شرف شد به اصل سخن بپردازیم، سه تا ویدئویی که در خیالتون هست یکی یکی رو صحبت میکنیم. و روان شاهرخ عزیزم شاد، خیلی رنج میکشید از این سرطانی که داشت و خلاصه با مهر یزدان پاک به فره ایزدی پیوست و دامانش برای همیشه پاک بود. استاد چرفشه سه تا ویدئو داریم، این سه تا ویدئو از نظر استراتژیک و تاکتیک و آنچه در جهان کنونی میگذره خصوصا در منطقه خیلی مهمه. اونی که امشب میخوام خارج از پرانتز یه واقعیت دیگر رو بگم، همه این حرفا بهانه است. استاد انوشان روحانی یک بار آیستش داشتن اینا یا دیدن گودن همه این حرفا بهانه است. بعد لیلا فروهر خوندیم در آنها رو، بهانه های دلار سازانه است. حالا اون میگه بهانه های عاشقانه است، ولی از دو جمجه همه این بمبل بازی های جهان، جنگ ها، درگیری ها و سر صدا ها و سر دلار. حالا ما امروز به قول عربا میخوایم بگیم ما وراء الخبر، یعنی او برای خبرها چیه، زیر میز چه میگذره. اینی که بمب در میکنن برای اینکه بمب رو در میکنن که یه کارهای دیگه بکنن، بس که یه رژیم ها همه یه جنجال را میندازن که از روزی چه کار دیگه بکنن. حالا همه یه بمبول ها همه یه کارها بهانه است برای پول در آوردنه، سرمایه‌داری جهانیه، پول در آوردن سرمایه‌داری جهانی که اینها این اصله های بنجل منجل رو بفروشن، چه روسش باشه، چه آمریکاش باشه، چه اروپاش باشه، چه فرانسه باشه، چه روسیه یک موشک هایی داشت مال قرن بو، اینا رو به همه دنیا فروخ، به ایران و اسرائیل و ترکیه و اکشور همه فروخ. بعد هم جنگ رو انداختن که این آشقال هایی که اینا فروختن در بداغون بشه، چون تکنولوژی نو باید داری. حالا یکی از چیزهای جدید روسیه استاد چرمشایی سخوس، سخوی 35، جنگنده های سخو. آقای سخو، پاول سخو یک روسی بود که در سال 1914 کارخانه هواپیماسازی در روسیه تا جمهوری ساخت و همه هواپیماهای روسی از اینجا میاد بیرون و ایشون در همه جاهای هم سرمایه‌گذاری کرده. حالا این سخوی 35 جدیدترین جنگنده است. الان مسئله اینه که بعد جریان موشکا که همه تموم شد، موشکای جمهوری اسلامی و حماس و یمن و پمن و اینا همه تموم شد، امتحان هم کردن، این فضای امنیتی موشکی اسرائیل هم امتحان کردن که چی جوری چه نقصایی داره چه چیزایی داره که همه وعده وعده میشه. حالا آقای سخو آمده میتونید جمهوری اسلامی یعنی که میبینید ویدئو که میبینید روسی از خودش اعلام میکنه که سخوها رو یه 35 رو به ایران تحویل داد. این هواپیماها استاد چرفشایی پیشرفته ترین هواپیما است، میرقصه رو هوا. حالا میبینید میرقصه هواپیما رو هوا، از جا بلند میشه، از جا میشینه، یه جایی مثل دور میزنه. این هواپیما ها رو جمهوری اسلامی و روسیه که اینا با هم متحدن پیش دادن به خاطر این از پالایشگاه نفتی ایران به اصطلاح حفاظت بشه که اگه خواستن الان فردا اینا پالایشگاه نفتی بزنن این سخوها کار کنه. این بخش اول سخوها که برای اینکه بدونید همین حرفا برای جهل و جنجال ها که سر ما رو هم گرم میکنن، بعضی وقتا بیان بگیم اونجا جنگی شد، اونجا اون کشت، اونجوری فلان شد، یا مثلا یکی بیاد بگه آقا این رژیم رو ما محاکمه نباید بکنیم، نه آقا محاکمه است که سال هم این قاتل ها رو ما نمیبخشیم نه فراموش میکنیم. اینو به رفیقم میگم که چی شد اینو گست شرف شد. این شوخه ها رو میبینیم، بعد برمیگردیم نکته مهمی که در تأیید برنامه شما و برنامه های شما و دیگر یعنی که ما صحبت کردیم روی قضیه از تهران رسیده از علی خامنه‌ای و سلامی در سطح جهانی یک مسئله بسیار مهم میگه که بعد از این مطرحش میکنم. اول این سخوها رو ببینیم، این هواپیماهای جنگنده آخرین مدل 35. Истребитель Су-35, ударный вертолет 30 российского производства, скоро будут в распоряжении иранских военных, заявили в Министерстве обороны Ирана.
Современные военные самолеты российского производства обязательно поступят в распоряжение Ирана, и соответствующие процессы сейчас продолжаются. Махди Фарахи, заместитель министра обороны Ирана, в интервью иранскому агентству Тасним. Тегеран уже получил первые тренировочные самолеты, на них проходят обучение иранские пилоты. По мнению экспертов, поставка российских военных самолетов Ирану может представлять серьезную угрозу для региона. Вторжение России в Украину. Иран предоставил России тысячи дронов «Камикадзе», которыми российская армия атакует мирные украинские города и объекты гражданской инфраструктуры, а также технологию ракетную программу. Иран и Россия также укрепляют связи с Китаем и Северной Кореей. Сет Францман, аналитик американского центра «Фонд защиты демократий» на сайте Foundation for Defense of Democracies. Теперь Россия рассчитывает получить иранские баллистические ракеты класса «Земля-Земля». Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Иран уже поставляет Федерации артиллерийские снаряды, управляемые авиабомбы и, возможно, готовится передать баллистические ракеты малой дальности. В последнее время участилось применение российской оккупационной группировкой управляемых бомб. Речь о модифицированных ФАП-500, КАП-500 и РПК-500, которые дополнены специальными модулями. ВСРФ задействует их на Лиманском и Херсонском направлениях. Из отчета... امیدوارم مهربانیاران توجه داشته باشن که همیشه فیلمایی که پخش میکنیم به زبانهای غیر فارسی هست زیرنویس داره، باید زیرنویس رو بخونن، تمام توضیحات تو زیرنویس هست، ولی دو تا فیلم بعدی استاد چرفشایی دیگه زیرنویس نداره. اگه به خاطر داشته باشین استاد چرفشایی، برنامه شما یکی از تنها یک برنامه هست که از مدت ها پیش جریان مشتبه خامنه‌ای رو مطرح کردیم، روش رو صحبت کردیم و بعد تو برنامه شما پارسال گفتیم که اینا را ارتباطاتی با اسرائیل دارن. دایی مشتبه خامنه‌ای رفته اصلا سفر کرده به اسرائیل چندین بار غیر و اینا، تا این هم همه حرفای زیر میزی که دارم خدمتتون میگم که جریان رهبری مشتبه رو اینها میخوان قطعی کنن. این جنگ کنونی حماس و اسرائیل رو هم علی خامنه‌ای بهره‌ای که میخواد ببره و داره میبره شوربختانه، به خاطر اینکه ما همه شاهروخ ها اینا رو ببین میکنیم که سوسن ها چه ها با فرض در حتی در خارج سانسورشون میکنیم، این مسلمان ها اسلامگیره ها این لابی های جمهوری اسلامی، شما ببینین الان به حد هم میرسی که اینها به راحتی میرن معامله میکنن جریان مشتبه خامنه‌ای که میخواد جای پدرش میگه. دو تا فیلمی که میخوایم ببینیم استاد شرفشاهی اثبات همین قضیه، علی خامنه‌ای که درست روز 7 اکتبر که حمله شد به اسرائیل قاطع گفت که کار ما بوده و ما ایم، خوشحال شد، فکر کرد که رفتن اینا اسرائیل گرفتن، نمیدونست که یک دهی رو یک جشنی رو حمله شده، چون اینا خودش قصه داره که نمیخوام اینجا باز کنم. اما ولی اینو تو پرانتز الان بگم به شما که سفیر اسرائیل در سازمان ملل پریروز همین باز صحبت های من و شما رو که هیچ جا نمیزنه، هیچ جا کسی حرفا نمیزنه، تایید کرد، گفت جورج سوروس میلیون ها دلار علیه اسرائیل به دشمنان اسرائیل کمک کرده. دیگه حالا شما خودتون بخونید تا تایید. این سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد گفت کدوم خبرگزاری اینو پخشش کرد؟ هیچ کرد. حالا این علی خامنه ای که روز اول فکر میکرد فلان ایناست، خودش اصلا اظهار خوشحالی میکرد و صد بار تو نمازای جمعه تو خونهش همه میگن مرگ بر اسرائیل فلان، پریروز صحبت کرده و چون دارن قرار میبندن الان دارن قرار میبندن که مجلس خبرگان جدید که در اسفند انتخابات میشه چه بکنه، قائم مقام رهبری رو انتخاب میکنن، بعد یعنی خودش به اصطلاح خامنه ای است قائم مقام، یعنی جانشینش انتخاب میشه پسرش که دیگه خاطرش جمع باشه که البته مرده که بخوان بمیراننش. حالا ایشون بعد رو صحبت کرد و جهان رو ببینه چقدر ابله میبینه، ابله دیدن جهان از نگاه سرمایه‌داری جهانی، چون این کاری خود سرمایه‌داری جهانی به یاد داده، یعنی اینا خودشون میدیدن که رسانه‌های دنیا که میدونه دروغ میگه ولی درست میکنن براشون، این زیر همون ماورای الخبر دارم میگم. حالا استاد چرخشی خامنه‌ای رو میشنوید الان که قاطع خودش میگه ما کی گفتیم میخوایم اسرائیل و یهود رو هر دوتا رو میگه بریزیم تو دریا، هرگز چنین حرفی نزدیم، این حرف رو یه عربه ای زد، او عربا گفتن، ما چنین حرفی نزدیم. یک دو میگه هر چی که رای دادن مردم اونجا ما قبول داریم. خب اکثریت اسرائیل که اسرائیلی هم دیگه مسلمان داره فلان، ولی اکثریت اسرائیلی هم
مسلمان هم کجا هستن، یا دو روز هستن، یا کسانی هستن که اسرائیل رو سالهاست پذیرفتن، پاسپورت اسرائیل دارن، میگه هر چی رای دادن ما قبول میکنیم. خب یعنی چی؟ یعنی دولت اسرائیل. مسئله سوم استاد چرخشی، دو تا کشور رو نفی میکنه، یعنی یک کشور اسرائیل فلسطین رو نفی میکنه تا چقدر ترسیده یارو و میخواد بچه‌ش بذاره جای خودش، که میگه هر چی رای دادن ما قبول. میگه اگه حتی اونا رای دادن اسرائیلیا که فلسطینی‌ها اینا کجا هستن، زیر همین حکومت اسرائیل اونا باشن، ما قبول میکنیم. من تو خودم سفر کردم، رئیس جمهور بودم به آفریقا، دیدم کشورهای آفریقایی زیادی علیه انگلیس مبارزه کردن، خون دادن، ولی وقتی انگلیس خودش می‌خواست بره گفتن آقا وایس اینجا، ما با بود تو خوشحال‌تریم. یعنی تا این حد احمقانه پنداشتن مردم ایران، چون جهانیان که بهش خودشون جدش دادن. بعد ببینیم در ویدیو اول ببینیم که میگه ما نمیخوایم به دریا بیزیم و میگه یک عربه گفته. در ویدیو دوم من عربه رو به شما نشون میدم، ببینید عربه دست راست خودشه. فیلم ببینیم بعد برگردیم برای خنده بعدی. بعضی ها به دروغ میگن که ایران میگه که بایستی یهودی ها رو یا صهیونیست ها رو به دریا بیزن. نه، این حرف و دیگران یه وقتای قبل ها کسایی از عرب ها گفتن، ما هیچ وقت نگفتیم اینا. ما کسی رو به دریا نمیریزیم، ما میگیم نظر نظر مردم، نظر اون دولتی که با آراء مردم فلسطین تشکیل شد تصمیم گیری خواهد کرد درباره مردمی که اونجا هستن. از کشورهای دیگه آمدن، ممکنه همشون رو بگه بمونید توی فلسطین، ممکنه همه، کمان که در بعضی از کشورهای آفریقا که بنده زمان ریاست جمهوری رفتم اونجا مبارزه کردن، پیروز شدن، انگلیسی ها اونجا حاکم بودن، بومی ها توانستن انگلیسی ها رو مغلوب کنن، اما همون انگلیسی ها رو نگه داشتن تو کشور خود، مصلحت دونستن نگه داشتن. اینا ممکنه نگه دارن، ممکنه هم بگن نه بعضی برن یا همه برن، اختیار با اونهاست. ما هیچ وقت در این زمینه نظری نداریم. یک پیام هم به رژیم صهیونیستی، رژیمی که مانکن سیاسی ویترین آمریکا در منطقه است، به این نخست وزیر دورگردش هم میگوییم به جای اینکه در مورد پیشرفت‌های ما جهان را اغوا کند، شنا کردن در مدیترانه را یاد بگیرد. او بهتر است شنا کردن را تمرین کند، زیرا هیچ راهی جز به دریا ریختن در مقابلشان نیست. به زودی هلاکت و نابودی این رژیم تصنعی را خواهیم دید. شنا کردن در مدیترانه را یاد بگیرد. او بهتر است شنا کردن را تمرین کند، زیرا هیچ راهی جز به دریا ریختن در مقابلشان نیست. به زودی بعضی ها استاد چرخشی ملاحظه فرمودین علی خامنه‌ای رهبر سپاه، رهبر حسین سلامی، میگه ما نگفتیم به دریا میزیم، اون عربه گفته. حالا عربه معلوم شد سید غلام حسین سلامی خودشه، خود سلامی پریروز هم این حرف زد، پریروز یعنی قبل از اینکه خامنه‌ای بگه این حرف زده بود. شما ببینین تا چه حد ملت رو ابله دانستن، چون جهان که خودشی رو به اینا یاد میده. یعنی و اگه یادتونم باشه استاد چرخشی، که یادتون هست استاد عزیز، هفته پیش من گزارش اسرائیل رو براتون پخش کردم که اسرائیل بنیامین نتانیاهو هو خودش گفت ما در ایران فقط دو نفر میخوایم بکشیم، یکی همین حسین سلامی و یکی قاهانی، اسماعیل قاهانی. خب خود خامنه‌ای که رهبر ایناست، رئیس ایناست و 44 ساله دارن شعار مرگ بر اسرائیل میدن و چه و چه و چه، از 7 اکتبر هم تایید کرد. الان دیگه چون قراردادها بسته شد و بعدم حماس رو من به شما عرض کنم استاد شرفی، نابودی حماس، این گروه تروریست فلسطینی خواست همشون بود. چون الان وقتی ما به الان وقت نداریم، ولی وقتی میخوایم وارد سال 2030 بشیم، خیلی از معادلات جهان باید عوض بشه. این و جمهوری اسلامی هم اینو پذیرفته، برای خود شما پخش کردم که ظریف، حتی ظریف توی پارلمان چند سال پیش گفت که ما
جورج سوروس اینجا از سالها پیش قبل بوده و تقویت مالی اکثر همین اپوزیسیون‌های خاتمی، روحانی، کروبی فلان با میلیاردها دلار مال اوناست. و یعنی اینها این حکومت جهانیه. ولی مردم ایران، من میخوام شما رو بگم قربونتون برم، شما با هزاران هزار سال پیشینه تمدن، خردمندی، خردورزی، همه چیز دانستن، چطوری این اراذل و اوباش تازی بنی هاشم رو تحمل میکنین که این جور برن بریش شما بخندن؟ اینا بریش دنیا که نمیخندن، چون دنیا خودش میدونه برای پولسازی هر کار اونا میکنن، هر جنایتی رو دنیای پولساز داره میکنه. ولی شما مردم ایران که بچه های شما رو برای یه لاغ مو میزنن میکشن، برای یک کلام سخن گفتن اعدام میکنن، برای یک کف زدن دخترای فرهیخته ایمال از سینما جای دیگه میندازن دور، میندازن بیرون. شماها چرا این گونه میلیون های خاموش هستید به قول محمد رضا شاه که اجازه بدید این تازیان اونجا بیان اسب خودشون رو بتازن؟ استاد چرفشه، شرماور واقعا برای یک ملت هزار ساله که تازی ها بنی هاشم آمدن با 10-15% دارن بر گرده 86-90 میلیون ایرانی اینجور حکومت میکنن و مالیشون رو مسخره میکنن. بله، به هر حال اینا گرفتاری هایی که جمهوری اسلامی داره و این خامنه ای هم این روزا به شرایطی رسیده، بگه یه مقدار یه چند روز، یه 20 روزی 10 روزی با این اسرائیل رابطتون رو قطع کنید. مثل که آدم رابطه های سیاسی تو دنیا بین کشورها برای 10 روز 5 روز میاد میره دوباره برقرار میشه. این آخه میدونی آدم درخواست هایی میکنه این سدلی از کشورهای عربی که هیچ کدومش واقعا قابل اجرا نیست. بله استاد چرفشایی، نه به هر حال ما، مردم ما، مردم سرزمین ما باید از این خواب رؤیایی 1400 ساله خوشباورانه بیان بیرون و بدونن که دشمن تازی رو باید از سرزمین بیرون کرد و واقعا ما باید همین تازی ها رو ما به دریا بریزیم. آقا یارو اومده دعوای ننش و عموش و پسر عموش بوده بنی هاشم آمدن ایران، ما ها رو قتل عام کردن، الان هم دارن ما رو قتل عام میکنن. یعنی همین بنی هاشم همین الان استاد چرفشایی من یک میگه نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، یه حافظه، این رو من تو برنامه خودم پس به بازش میکنم. ولی یک کلمه بگم آقا من چقدر ابله باید باشم که حافظ اینا گفته باشه 800 سال پیش؟ من نفهمم دیگه، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، یعنی یک آدم بی سواد، درس نخونده، خواندن نوشتن بلد نیست، به قبضه مسئله آبوز صد مدرس شد. این لاتای بیشعور که اون از اول حافظ میگه همشون همینجور بودن که حتی بلد نیستن اسم خودشون رو بنویسن، چادر چارتور سیاه های کلاغا، اینا میان مدرسین ما رو، مدرس کی استاد چرفشایی؟ هنرمنده، استاد دانشگاه، مهندس، آرشیتکت، همه عزیزان من که قتل عام شدن و دارن میشن و بعد یه چلقوز میاد همون نگار من که به مکتب نرفت، آدم های بیسواد میان مدرس های من میگن روسانی سرعت کن پیران نیمازچه با بزنین اینا رو. حافظه که میگه استاد شرفشایی حرف فردوسی میزنه، میگه چی؟ نفهمیدیم اینا رو، هر شورس خوندیم الان میخوریم نفهمیدیم چی میگه حافظ. حافظ استاد شرفشایی که میگه گدای شهر بین، گدای شهر بین که میر مجلس شد، محمد رو داریم یه حافظ حبی که میگه زش شاوش شطور خورده، فردوسی میگه زش شاوش شطور خوردن و سوس ما عرب را به جایی رسیده است. شاش این خود آیت الله جزایری گفت شاش شطوره، شیر شطور نیست. آیا مردم بیدار کن، قربونتون برم، بلند شین. بسیار ممنون، محبت کردین، امروز هم مطالب جالبی رو تدارک دیدین برای این برنامه. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. بینندگان سپاس، بدرود و شب خوش. خواهش کنم.